داستان زندگی من یه کابوسه، کابوسی که سالها با هم بوده، کابوسی که تمام وجودم رو گرفته. نمیتونم اینجا رو تحمل کنم. کاش با پدر مادرم رفته بودم. خیلی دلم براشون تنگ شده. نمیدونم آخرین داستان چی میشه. جنگ تمام زندگی مو ازم گرفت. خونوادم، خونم، دوستان. اونایی که آتیش جنگ و شعله ور میکنن میدونن سرنوشت ما آدمایی که تو این شعله ها میسوزیم چی میشه. بچه هایی که تو جنگ به دنیا میان سرنوشت اونا نوشته شده. یا کشته میشن یا دیوونه. ولی اونا درک نمیکنن. On the north. What? هفته هاست اغلب کشورهای جهان درگیر جنگ هستند. مردم از شدت گرسنگی و بیماری به فروشگاه ها و اماکن عمومی هجوم آوردند. در بعضی از کشورها گروه های تروریستی کنترل اوضاع را به دست گرفتند. و ترس از قتل عام های کور روز به روز بیشتر می شود. دولت های متخاصم همدیگر را به حمله های هسته ای تهدید کرده و تنش در جهان به اوج خود رسیده است. Thank you.
مردم چه گناهی دارن؟ تاوان کدوم کار نکرده رو دارن میدن. همه مردم دنیا دوست دارن در کنار هم با صلح و آرامش زندگی کنن. به نظر من اگه دولت ها نباشن، مردم راحت تر با هم کنار میان و میتونن زندگی خوبی کنار هم داشته باشن. You lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through. تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ چجوری اومدی داخل؟ یه برو بیرون از خونه من. تو که نمیخوای یه بچه گرسنه از خونه بنداز بیرون. اگه مجبور باشم این کارم میکنم. نه تو این کار نمیکنی. اینجا چی میخوای؟ میخوام کمکت کنم. همین مونده تو این نیم بجبی به من کمک کنی. تو این آپارتمان زندگی میکنی؟ نه بله اینجا نیستم. پدر مادرت کجا؟ اونا تو جنگ کشته شدن. کسی رو داری پیشش بمونی؟ نه هیچ کس. میشه یه مدتی اینجا بمونم؟ منم دارم از اینجا میرم. زیاد نمیتونی اینجا بمونی. اونایی که بمبار رو سر مردم میریزن وقتی میرن خونهاشون بچه هاشون بهشون چی میگن؟ بابا امروز چیکار کردی؟ میگه یه خونه رو ویران کردم. یه خانواده رو کشتم. میگه یه بچه رو یتیم کردم. نمیدونم. شاید اصلا اونا خانواده ندارن. تمدن‌های بی‌شماری زیر دریاهای خاک هم ناپدید شدن. مانند آتلانتیس فقط افسانه‌ای از خود بر جای گذاشت. ترکستان، موهنجودارو، سمرقند تیموردن، یوکتان، مایاها، همه اینها رانگاه فرهنگایی هستند که تقریبا به کلیت میان رفتند. اینها فقط شمار کمی از تمدنهایی هستند که از زیر خاک درشان رفتند. بیدار شدی؟ گرسنه‌ت نیست؟ اون کتاب منم به زور میفهمم. تو مایی سواد داری میخونیش؟ آره، کلاس دومم.
لعنت به این جنگ. منم که دسته بون بودم پدر مادرم از دست دادم. منم. یعنی امسال مردن؟ نه، 20 سالی میشه. بیا، این مناسب سنت. اونو بدم. کاش که همه اینا یه خواب بود. از این موقع دلم میخواد از این خواب بیدار شم و مادرم رو ببینم که میز صبحونه رو چیده، یا پدرم که داره سر زمین کار میکنه. چی رو نمیشه؟ دلنوشتای خودم. پدر مادر تو خیلی دوست داشتی؟ آره، راستی از پدر مادرت دارم بگم. پدرم کشاور بود، اون مرد خیلی خوب بود، ما رو خیلی دوست داشت. پدر من هم کشاورز بود، واسه خانوادش هر کاری میکرد. یادم تو حیات خونه همون چند تا درخت گردو داشتیم. همیشه میرفتم گردوهای نرسیده رو میچیدم و دستم همیشه سیاه میشد. آثار جرمش واسه ماها رو دستم میموند. از وقتی خانوادت کشته شدم پیش کی بودی؟ 20 سال که تنها زندگی میکنم. چی؟ پدر مادرم تو جنگ شیمه 20 سال پیش کشته شدن. اون روز خوب یادم. پدر من داخل یه چاه گذاشت، جونم نجات داد. وقتی از جا اومدم بیرون جنازه پدر مادرم رو دیدم، ترسیدم فرار کردم. داری باهم شوخی میکنی؟ اون اسمش گره یادته؟ یادته چقدر قشنگ بود؟ هر روز گروه با پدر میرفتی از سواری، تو عاشق اون اسب بودی، خیلی بهش میرسیدی، تو جنگ از بین رفت. ساکت شد، من هیچ اسبی نداشتم. مادر یادته؟ یادته یه بچه تو شکمش داشت، قبل از اینکه به دنیا بیاد، تو جنگ از بین رفت. بس دیگه، آدم تو زندگی دلخوشی میخواد. وقتی دلخوشی نباشه، هیچ فرقی بین آدم مرده و زنده نیست. من تو این سالا هیچ دلخوشی نداشتم. هر شب به این امید خوابیدم که پدر مادرم تو خواب ببینم، ولی به جاش با کابوس بیدار شدم. خودت باز شدی اینجا باشم، میخوام بهت کمک کنم. چجوری میخوای بهت کمک کنی؟ خودت دوست داشته باش، ترسا رو کنار بذار، هیچی نیست که ازش بترسی. نه، نمیتونم. من از گذشته بیزارم و از آینده هم میترسم. تنهایی منو فلج کرده، نمیتونم هیچ کاری بکنم. تو میتونی کمکم کنی؟ میتونی به خودت تکیه کنی، با ترسات رو بروشی. Thank you.